خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از درگیری ایران و بریتانیا خواهیم گفت تا ادامه دادگاه جنایی محمد علی نجفی. تا خراب شدن میدان حسن آباد که خبرش هم به روزنامه نرسید. سلام آقای بهنود. این خبر تلخی بود، خراب شدن میدان حسن آباد. واقعا یکی از زیبایی‌های تهران بود. سلام. بله دیگه، ما به خصوص که دو هفته پیش که درباره میدان توپخانه حرف زده بودیم، بعضیا استقبال کرده بودن که از سن و سال کهنسال شده من استفاده کنم برای این سوابق. این میدان یکی از معدود میدان‌هایی بود که سالم مونده بود. تو سال 50 بانک ملی یکی از این گنبدی ها رو خرید، کوبید، خراب کرد و اونجا بانک ملی مدرن درست کرد. ماها شیطونی کردیم به نخست وزیر وقت آقای هویدا رسوندیم و او جیغ و داد کرد و حاصلش این که بالاخره ترمیم شد فضا و این مجموعه با 8 گنبد رسید. متاسفانه دو روز پیش بعد از آتش سوزی، یعنی شبی که آتش سوزی مهار شد، دوتا از گنبد افتاد. خب بریم سراغ اخبار سیاسی و اجتماعی در هفته‌ای که گذشت. دادگاه آقای نجفی از اول هفته شروع شد تا آخر هفته هم دادگاه دومشون برگزار شد که اونم باز حاشیه‌های زیادی داشت. خبر خوب بعدم داخل پرانتز بگم داشتیم، غیر از اینکه یک دوتا دستگیری در هول و هوش روزنامه‌نگارا اتفاق افتاد که حالا چون قطعی نشد و جزئیاتش نیومده ازش بگذاریم، ولی این وسط آقای رئیسی یه خبری هم داد و اینکه گفتش که کسایی که مفاسد اقتصادی رو افشا بکنن باید تشویقشون کرد. یعنی به این معنی کسایی که رفتن به این دلیل زندان، مثل یاشار سلطانی، مثل سبا آذرپیک، اینا به نظر میرسه که حالا دیگه در دوره اخیر نه تنها زندان نباشن بلکه باید رفت، ازشون تقدیرم کرد اینطور که آقای رئیس قوه قضاییه گفت. اما برگردیم به دادگاه آغاز رسیدگی به پرونده پر ابهام. الان یکی از چیزهایی که دادگاه بهش رسیده همون صحنه است که اعتراض همه در اومد در اولین لحظه های دستگیری آقای نجفی. اون خبرنگاری که اومد جلوی صحنه و ایستاد تفنگ و فشنگ تخت 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 جا داد و اینا، که خب یه عده نظر حرفه‌ای اعتراض کردن بهش، مثل ماها، یه عده هم از همین جایی که الان دادگاه توش گیره، که اینا به هر حال مدرک دادگاهست، معمولا دست هم بهش نمیشه زد به خاطر اینکه چه برسه به اینکه بدن دست این خبرنگار، چه برسه اینکه برداریم دوره خالی کنیم و بذاریم و فلان اینا فرزدازی. یه یادداشتی هم هست از پیچیدگی های یک پرونده قضایی از افشین امیرشاهی که یادداشت بسیار خوبیه در مورد اینکه پرونده آقای نجفی ابعاد مختلفی داره و میگه این باز نشونه از زمان ما، در واقع این مختلف بودن و پیچیدگی های پرونده انگار که یه جوری ربطش میده به زمانه ما که اصولا زمانه پیچیده ایه. و خوبی کارهایی که آقای امیرشاهی میکنه اینه که خیلی دقیق و با جزئیات این پرونده رو حتی توی فضای مجازی هم واقعا توییت هایی که میکنه خیلی خونسرد و دقیقه. خب بریم سراغ آرمان امروز رو ببینیم. این داستان وزیر بهداشت و حرفایی که زد آقای نمکی، بله یه خیلی زاویه جدیدی باز شد. الان این اواخر، حالا ممکنه که به دلیل حالا مسائل سیاسی و خصوص نزدیک شدن انتخابات باشه، ولی افشاگری هایی که توش به هر حال، مثلا فرض کنید که دولت در حالی که معتقد است که مثلا بودجه فرهنگی دست نهادهای دیگه است، دست من نیست که درستم هست نیستش، در همین حال توی ریز بودجه نشون داده میشه که 70 و چند میلیارد در یک ماه گذشته پول داده به همین بنیادهایی که به اصطلاح با دولت نیستند. حالا جالب اینجا اینه که از قول معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد داره میگه که ارز کاغذ کنار دارو قرار گرفته. آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که ارز
تجهیزات پزشکی رو که قرار بوده مثلا 2 میلیون خورده قرار بوده برای وارد کردن فنر قلب استفاده بشه، کابل برق وارد کردن. وقتی هم که بریم یقشون بگیریم معلوم میشه که این سیستمی است که سواره بر موضوعه ولی نمیخواد خودش رو منظم بکنه یا نمیتونه. توی همین شماره یه مقاله هم آقای ایمان موسوی نوشته است در مورد بازگشت انگلیس به سیاست همراه با آمریکا، که در حقیقت میشه گفتش که مقاله چیز جدیدی نداره که در گفته های آقای خامنه ای و یا گفته های آقای ظریف تو مصاحبه که کرده بود نیامده باشه، جز اینکه یه جاهاییش ایشون انگار که قانون و این حرفا چیز نیست، فرض میکنه که همه چی مناسبات هستش و اینا، و این گله میکنه که این نفکشی که این وسط بریتانیا در جبل گرفت این یعنی چی دیگه، این چه کاریه فلان اینا، و ازش تعبیر میکنه به این که بازگشت انگلیس به سیاست همراهی با آمریکا که بازگشت نیست، همیشه انگلیس یعنی بریتانیا همیشه سیاست چه با آمریکا همراهی میکرد. اتفاقا خیلی هم روک و علنی در این چند وقت گذشته هم همیشه گفته که ما از سیاست های آمریکا حمایت میکنیم. خب بریم روزنامه فرهیختگان رو ببینیم. از این جهتی جای تأسف داره، یکی از جهت حرفه‌ای ماست که به هر حال فرهیختگان یک روزنامه بود، روزنامه واسطه دانشگاه آزاد، که قبل از این تغییرات دانشگاه آزاد، یعنی قبل از مرگ آقای هاشمی و تغییراتی که بعداً اتفاق افتاد دانشگاه آزاد، به هر حال یه روزنامه بود مثل بقیه روزنامه‌ها. حالا یه موقعی یه ذره اصلاح طلب‌تر می‌شد، یه موقعی نه، بس اینکه سردبیرش کی بود. ولی حالا این روزنامه تبدیل شده به این چیزی که داریم می‌بینیم. اون گزارش بالا، ایران بازار بزرگ انتشارات آکسفورد و کمبریج، یه گزارشی است از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی که گزارش حالا مجموعی است، الان در دوره موتور جستجوی گوگل دیگه جمع‌آوری این اطلاعات کار مشکلی نیست، بنابراین به سادگی میشه. اتفاقا کار سردبیر الان مشکله به خاطر اینکه باید اضافات بزنه که در این مورد به خصوص گویا نمیزنه. حالا اینکه الان ایران بازار بزرگ شده برای انتشارات آکسفورد و کمبریج مگه بده؟ آخه اشکالش میدونین چیه؟ اشکالش اونجاست که وقتی با این تیت شروع میکنه، بعد اینو گزارش میده، بعد احساس میکنه که مبادا کسی مثل شما بشینه بگه که خب جایبی داره، خوب هم هستش، نه، اون وقت بعد تش اشاره میکنه، یهو گزارش که قراره تو این محدوده بمونه میره به اونجا که این زبان انگلیسی اصلا کجا اینقدر تو دنیا شد و این یادگار دوره استعمار هستش و فلان اینا، میریم اونجا، یعنی یه جای دیگه سر در میاریم. اما این گزارش وسط به نظرم عجیب تره. اولا گذاشتن این عکس از بالاخره کسی که ازش تجلیل شده است، انگار که شما عکس متهمین یه حادثه ای رو گذاشتید توی این عکس بزرگی که دارید میبینید. از آقای احمد جعفری نژاد باید باشه، معمار یکی از دو نفری که داریم میبینیم اینطوریه. او داره ایراد میگیره که چرا مثلا رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آقای انتظامی رئیس امور سینمایی وزارت ارشاد، که این تجلیل بوده است از معماری که اسپوردید، حالا ایشون میخواد بگه چرا از این معمار، اصل حرف این گزارش اینه که چرا از این آقای محترم که 80 سالشون هم هست، 80 چند سال، چرا تجلیل کردید؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه ایشون یه ایرانی است که در امریکا خیلی آدم شناخته شده است و تخصص هم داره در ساختن دیزلیندها، و به همین دلیل هم الان اوردن قرار بود که در تهران یه دیزنیلندی ساخته بشه، آقای قالیباف قرار بود، قرارداد بست، بعد تو قرارداد قرار بود 4 سال پیش تحویل داده بشه که نشد و تعویق افتاده. خب الان دیگه تقصیر آقای مهندسه چیه؟ این وسط ازش تجلیل شده. این میگه که نکنه این تجلیل معنیش اینه که اونو که ایراد گرفته بودن که زمیناش هنوز نخریده شرکتی که میخواسته، نکنه اونو میخوان علم بکنن، که این یه پیشبینیه که میشه به اون پرداخت، چرا از اینجا شروع کردیم به اون رسیدیم. حالا به این دلیل یه تاریخچه هم راجع به ایران مال میده و اونجا هم میره یه چی رقم‌ها، یه چیزایی اون وسطش من میشنوام که نمیدونم، میگه 2 برابر ثروت ترامپ، 20 کیلومتر بزرگترین شاپینگ سنتر، یا مثلا اونا رو ادعا کردن، حضرات میگن 7 روز طول میکشه توش راه بره. اینا رو تو گزارشاشون اومده که این هم چیزیه، ولی اینکه 2 برابر ثروت آقای ترامپ رو ما کجا، خود اداره مالیات های امریکا نمیدونه. من خیلی متوجه نشدم یادداشت نقد، بله اینم میگم که این به نظر میرسه که بدون اینکه قصد به اصطلاح انتقاد تون داشته باشیم، به نظر میرسه که گزارش نویسای
جوان این گرفتاریشون با موتور گوگل زیاد شده و بنابراین وقتی که یه موضوع ساده‌ای رو شما سرچ بکنید و این همه منبع بیاد آدمو تحریک میکنه به اینکه همه اینا رو بدون اینکه چک کرده باشیم، بدون اینکه ارقام و جزئیات چک شده باشه بیاد، این یکی از همون گزارش هست. یه چیزی هم که آخرش به نظر من تلخ بود این که در هر صورت یک معماری اومده که در دنیا شناخته شده است و ایرانی هم هست، حالا میگه که چرا میخوان این پروژه 1001 شهر رو بدن دست این، چون مثلا به خاطر اینکه مثلا در آمریکا شناخته شده است، خارجی ها تاییدش میکنن. خب یه آدمی متخصص این کاره، چرا نه؟ ما تو ایران داریم از اینا. این مخصوص این که از این بچه های دانشگاه آزاد تجربه، حتی اگه این به صراحت گفته میشد توش، به نظرم جای حرف داشت که خب یه همچین مثلا متخصصی چرا نمیاد توی جایی مثل دانشگاه آزاد دانشجوی جوان تربیت بکنه. بله. نه اینکه بگیم که او رو نباید اوورد، باید که بچه خودمون بیاریم که حالا معلوم. خب بریم دنیای اقتصاد رو ببینیم. دنیای اقتصاد میدونی که دیگه به اصطلاح پربیننده ترین روزنامه اقتصادی است. ما در حدود 20 تا 25 تا اگه اشتباه نکنم روزنامه اقتصادی داریم که هر روز منتشر میشه. دنیای اقتصاد به یه تعبیری معتبرترینشون هست. تیتری زده ها. بله، معمولا نمیکنه این کار دنیای اقتصاد. معمولا به اصطلاح دنبال شیرین کردن یا نمک ریختن توی تیتر نمیره. ولی الحق این دفعه درست تشخیص داده و خوب این کار کرده. این نیما، دلار نیما که همه میدونن چیه، در این حال محل تلاقی به اصطلاح قاچاق عزیزم خیابان فردوسیه. بنابراین میگه این نرخی که پایین اومده است به خاطر اینکه این دوتا با هم تلاقی پیدا کرده، ملاقات کرده. حتی تو هفته گذشته پایین اومدن قیمت دلار هم از خبرهای مهم که بود، حتی تا 11000 تومان هم رسید از خبرهای مهم بود که اونم باز کارشناسان بحث‌های مختلفی در موردش کردن. کارشناسان نمیذارن ما از یه چیزی خوشحال شیم. اصلا گرفتاریشون اینه. دقیقاً. خب بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. باز دومین جلسه دادگاه آقای نجفی رو بررسی کردیم. این جلسه دوم بیشتر بحث و گفتگو برانگیخت از هر جهت. بعضی از کارشناسا مثل آقای نعمت احمدی که الان همینجا هست که به ریز مسئله میره و همون حرفی که ارزیابی که کردم از قول ایشون گفتم که وقتی که اسلحه رو به این حال درآوردیم الان بحث دو تا اسلحه هست و این بحث‌ها اینطوری شروع میشه. این به نظرم میرسه یه جای خوبی داره این نوع بحثایی که متخصصین دادگاه جنایی مطرح میکنند و اون این که جلوی این همه سیاسی شدن میگیره، چون هر دو تا جناح همدیگر رو متهم میکنن که این پرونده رو سیاسی کردن، ولی هر دوتاشو میکنن. بله. یکی به قول روزنامه های اصولگرا میخواد تبرئه کنه یه اصلاح طلب رو و خون دیده نمیشه، اون یکی هم معتقد است که شما چرا انقدر شلوغ میکنید. در صورت برای چهره مثل آقای نجفی خب یه ذره هم سخته که بحث نخواد سیاسی بشه و تو حوزه حتما یا مثلا جناهای سیاسی ولی یه ذره صبر رو متانت کنیم دادگاه ببینیم کجا میرسه. کجا میره؟ بله. خب آقای بهنود بریم سراغ، قبل از اینکه ببخشید بریم سراغ برگزیده ها، در هفته گذشته گزارشی از سیاوش اردلان در بی بی سی فارسی به مناسبت رژه بزرگ همجنسگرایان و دیگر اقلیت های جنسی منتشر شد که از سوی بعضی از مخاطبان با انتقاداتی مواجه بود. بعضی از این انتقادها رو براتون میخونم. بعضی نوشتن که از واژه های توهین آمیز در مورد اقلیت های جنسی استفاده شده و بعضی از مخاطبان هم گفتن که این گزارش هم جنسگر و ستیز بوده. این انتقادها رو با یکی از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی در میان گذاشتم. جواب رو براتون میخونم. در گزارش تظاهرات اقلیت‌های جنسی لندن که روز شنبه ششم ژوئیه از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد، متاسفانه در توصیف بعضی شرکت کنندگان از کلمات و عباراتی استفاده شد که مناسب نبود. بخشی از این ایرادات واضح به کم دقتی ما در بی بی سی برمیگرده که از این بابت هم گزارشگر و هم سردبیر آن روز اتاق خبر متاسف هستند. بعضی از ایرادها هم سلیقه‌ای است و نمی‌شود در مورد آنها حکم قطعی داد. این را هم باید در نظر داشت که زبان فارسی در سالهای اخیر با وجود آگاهسازی تدریجی افکار عمومی در زمینه گرایش‌های جنسی متنوع، گرفتار فقر واژگانی در بیان و تشریح انواع این گرایش هاست. این کمبود گاه به حدی است که حتی بین فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی برای معادل سازی وحدت نظر نیست. ما در بی بی سی فارسی برای آشنا شدن با این مفاهیم و تمایز بین اونها در تلاش خواهیم بود. خب بریم سراغ برگزیده‌ها. روزنامه شرق رو این هفته آوردیم.
که خب بگین شما انتخاب کرده بودین، بگین چیه این مصاحبه خوشتون اومده بود؟ دو سه تا دلیل با هم داشت. خب مصاحبه که آقای غلامی سردبیر روزنامه شرح کرده با آقای حمیدرضا جلایی‌پور، همین که نویسنده و اهل ادبیات و کسی که سالهای سال بهترین صفحات ادب و هنر ده‌ها روزنامه رو داشته، خب یک مصاحبه کاملا سیاسی، خب برای من جالب بود. ولی نکته بعدیش این بود که خب آقای غلامی دست گذاشته رو چیزی که شاید سوال خیلی ها باشه، اینکه در واقع تکلیف اصلاح طلبان توی شرایط موجود برای انتخابات آینده چیه. اشاره میکنه که در واقع این الان اعتماد مردم به جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اصلاح طلبان کاهش پیدا کرده و خلاصه اینا رو میپرسه از آقای جلایی‌پور. آقای جلایی‌پور میگه که در مورد اقلیت و اکثریت که کی هستن و کی نیستن صحبت میکنه و میگه که باید ببینیم که در واقع اکثریت مردمی که به قول ایشون از آقای غلامی میگه که شما میگین انتخابات هاشمی، تو انتخابات هاشمی، خاتمی و روحانی تعیین کننده بودن، روی چه مقدار از قدرت، ولی حالا اینا تو چه مقدار از قدرت سیاسی مؤثرن؟ و بعد توضیح میده که خب خیلی مؤثر نیستن چون یک چهارم قدرت سیاسی رو دارن. آقای غلامی میپرسه که واقعا شما همه مشکلات رو به مفهوم کلی به نهادهای رسمی کشور نسبت میدید؟ بعد از گذشت نزدیک به دو دهه خلاصه یه تصویر دقیقی به ما بدین که اصلا این مشکلات چیه و از موقعیت اصولگرایان و اصلاح طلبان. اینجا آقای جلایی‌پور یه توصیف خیلی دقیق میکنه جاهایی که خود نظام جمهوری اسلامی اشتباهاتی کرده، از بالا رفتن از سفارت آمریکا در همون اوایل انقلاب. البته نمیگن اشتباه کرده، میگه کاش فقط یکی دو روز طول میکشید و اینقدر طولانی نمیشد این ضربه زد. در واقع آخریش هم که حمله به عربستان، سفارت عربستان و خلاصه همینطوری، البته کنسولگری بود، کنسولگری عربستان و اینکه باید جنگ زودتر تمام میشد، زمان آزادسازی خرمشهر. و میگم این بحثیه که مخاطبان اگر دوست دارن برن بخونن، جوابای جالبی داده میشه، سوالات هم جالبه. در صورت مصاحبه خوبی بود. حالا بریم سراغ گزیده بعدیمون، مجله چلچراغ. این هفته‌نامه چلچراغ که ما معمولا ظلم بهش میکنیم و معمولا کمتر بهش میرسیم، مثل بقیه هفته‌نامه ها البته، کرگدن و بقیه. آخه ماشاءالله زیادن. خب سرعتش، آخه سرعت ما قابل تنظیم نیست، به خاطر اینکه موقعی که در میاد اگر ما بخوایم صبر کنیم تا خود مجله به دستمون برسه به حال بیات شده. اما حالا استفاده میکنیم از فضای مجازی، چون حالا دیگه بیشتر مجلاتو میشه خرید از جای مختلفی که هستش. چلچراغ همونطور که میبینید بهروز وثوقی رو گذاشته صفحه یک، با گذاشتن اون دو تا بزرگوار یعنی آقای حسینی، شهاب حسینی و اون طرفم زنده یاد شکیبایی، داره میگه که یه نهلهی وجود داره که جوانیش میشه شهاب حسینی و بزرگسالیش میشه شکیبایی. شروع میکنه با از گذشته تا هنوز. این یادداشتی است آقای فریدون عموزاده خلیلی نوشته. در این نوشته آقای عمویی اشاره میکنه به این که از جوانی این به روز وثوقی رو دوست داشته، البته فقط هم اون نیست که یک دو نفر میگه. بعدم میگه برای چی، میگه که در کنار علی پروین ناصر اجازی، اینا برام آدم متون، این پایینم که عکسای گذاشته شده، اینجا به روز وثوقی هست، بعد علی پروین هست، اینم که اجازی معلومه، این شکیبایی، اینم شهاب حسینی که رو جلد دیدیمشون. بعد اشاره میکنه که حالا این همیشه دوست داشتم که یه جوری یک کاری بشه، تا اینکه این مصاحبه رسید. و این مصاحبه که اشاره میکنه مصاحبه است که سهیلا عابدینی کرده پای حرفای خالق نقش قیصر، و بعد با عکسای خوبی همراه کرده. اینجا میبینید که عکسی که با ناصر ملک مطیع است، عکسی که با انتظامی و داوود رشیدی هست. خود اولش البته توضیح میده که چطور چقدر طول کشید تا آقای وثوقی حاضر به این مصاحبه بشه و بعدش هم قول شرف داده که عین حرفایشون رو. و این خب در دلم میشه هم فهمید دیگه، چون هر دفعه که یه کسی از بزرگان قوم، از اهم از آقای پرستویی یا آقای فرادی یا کیارستمی حرفی زدن، یه گامی برداشتن برای اینکه یادآوری بکنن که
چه اشکالی داره که به روز اصلا بیاد ایران؟ حالا اصلا حرف بازی بحث دیگه ایه، ولی بلافاصله جناح اون طرف با دادن صفتایی که معمولا در روزهای اول انقلاب داده میشد و بعدا در مورد خیلی از هنوزم که هنوز کوتاه نیومدن همون صفات رو نگذاشتن. به نظرم این ابتکار چلچرا که بهروز سوقی رو آورد رو جلد و مصاحبه کرد باهاش رفت، این ابتکاری است که به اسم چلچراغ میمونه. شاید بد نباشه بگیم که توی این مصاحبه میگه که یکی از آرزوهام راه اندازی کلاس بازیگری در ایرانه و دلم میخواست این کار بکنم که خب عملی نبود، 30 نفر مثلا جوان رو خودم انتخاب کنم و بهشون در حقیقت یه نوستالژی توی حرف هستش که در حقیقت داره میگه که انقدر برای اینکه به شغل مورد علاقه هم چیز بشه وسایل فراهم نکردی که حالا دیگه درم رضایت میدم به این که یاد بدم به دیگران. بله. وگرنه در اول انقلاب خوب جوانم بودیشون. خب مجله هات مترجم رو آوردین که از اون مجله های بسیار خوبه. توی مشهد در میومد. بله. 27 ساله، 28 ساله که منتشر میشه و خیلی هم واقعا خیلی خوب کار میکنن. آقای قضایی فر اصلا زحمت عجیبی میکشه. بیشتر مصاحبه ها رو از جمله مصاحبه که با آقای آذرنوش کرده که مصاحبه خیلی خوبی هم هست، همه رو خودش انجام میده. اولا بگم که این شماره درباره بحران در ترجمه و تألیف ادبی است. این بحث رو خیلی خوب پیش میبره. این دفعه که با آقای آذرنوش صحبت کرده، اینو بگم که آقای آذرنوش از قدیم الایام ما ایشون رو به عنوان یک متخصص و کارشناس زبان عربی میشناسیم. بحث اصلی که با ایشون درگیر میشه و جالبه اینه که کسی که کارشناس زبان عربی است و استاد دانشگاه است در همین زمینه و اولین استاد زبان عربی در دانشگاه هم بوده است و هنوز هم تدریس میکند، از ایشون میشنویم که میگه که تا قرن چهارم زبان فارسی، یعنی توی قرن چهارم در حقیقت، مثل ونوس بود که از درونی یه گل بیرون میامد، پراکنده میشد و فردوسی و حافظ و سعدی ساخته میشدند بعدن. بعد گلایه میکنه که بعد انقدر عربی وارد این زبان شد، بعد اشاره میکنه به اولین ترجمه هایی که از قرآن هست، که اتفاقا اشاره خیلی جالبیه برای ما که در جوانی دیدیم. یکی از مشکلاتمون این بود که میگفتیم این چیه، میگفتن این ترجمه بالاییه، ولی ما این ترجمه رو نمیفهمیدیم. بله، این خیلی معموله، خیلی معموله. یعنی بیشتر ترجمه خیلی خوب از قرآن هست دیگه در سال اخیر به وجود اومد، یعنی حتی تا موقعی که مثلا ترجمه به آدمای معتبری، حالا اسم میخوام بیارم، خرمشاهی، آره نه حالا اینجا به خرمشاهی اینا که رسیدیم قضیه تموم شد، فارسیه. بله، ولی قبل از اونها نه واقعا نداشتیم. یک 3-4 تا ترجمه معروف توی همونا چاپ میشد و واقعا فارسی نبود. درست میگن آقای زرمش، عربی بود و میگه که و در نتیجه این فارسی رو اینقدر عربی درش وارد کردیم با این مثالی که عرض کردم که نازا شده، داره جواب میده که اینکه بعضیا صحبت میکنن که برای جهش‌های امروزی ظرف و ظرفیت نداره زبان فارسی، به دلیل این است که قبلا این زبان رو با زبان عربی نازاش کردیم. یه کسی با این مشخصات حرف میزنه، بعد یه جایی با نوک میزنه میگه که حتی دانشجوهای خود ایشون، یعنی کسایی که اومدن دانشگاه که در زمینه زبان عربی متخصص بشن و برن، میگه من همون اوائل درس بهشون میگم که شما باید حتما انگلیسی یاد بگیرید، به خاطر اینکه وقتی رفتین جلوتر درس تخصصی تر میشه، منبعها بیشتر به زبان انگلیسی است. بریم کارتون آخر رو ببینیم از هادی حیدری. این فکر کنم یه جورایی باز وضعیت روزنامه نگاران و بازداشت‌های جدیده. بله، به خصوص این اواخر بعضی هم که گویا پرونده‌شون مال قدیمه، نمیدونم چرا اومده دوباره رو و دوباره والا احضار شد. در اون قدیمی هم که هستن همچنان تو زندان و اینا، به حال با در این حالی که این اوضاع حالا یا بدتر میشه یا نمیشه، به حال ادامه گذشته است، فرقی نمیکنه. ولی حرفایی که رئیس جدید قوه قضاییه میزنه خیلی حرفای امیدوارکننده است، ولی انگار که این حرفا هیچ ربطی به اجرا نداره، انگار گفته میشه برای اینکه ما خوشمون بیاد، به خاطر اینکه جوونا هنوز تو زندانند و اون اتفاقاتی هم میفته تا حالا همچنان میفته. یه ذره فقط در حرفها به قول معروف یه ذره اوضاع بهتر و شیک‌تر شدن. بله، آیدین سریع نوشته بود که این نمایندهای مجلس که تازه اومدن اینا باید براشون یک برنامه درست کرد که بتونن دیالوگ کنن با مردم. اینجا فرض میکنه میگه یک کاندیدا اومده میگه مردم عزیز شهرم، بزرگ مردمان شهر،
مردم بزرگشهر، نازنینان، افتخار آفرینان و چند تا صفت فارسی دیگه، ای کسانی که به تنهایی چرخ اقتصاد ایران میچرخانه در حالی که بقیه شهر رو هیچ کاری نمیکنن، من به شما قول میدم که اگر بنده به مجلس راه پیدا بکنم، هر روز وزرا رو استیضاح کنم، هر هفته رئیس جمهوری رو عزل کنم، هر ماه قانون اساسی رو عوض کنم. خدا، هر هفته هم یه انتخابات. مردم میگن اینا که برای ما نون آب نمیشه. کاندید میگه بله، ولی من قول شرف میدم هر روز بعد از اتمام کار در مجلس شروع به تولید کنم. تا جان در بدن دارم من تولید بکنم، تولید شغل البته. مردم میگن ماساژ، ماساژ. میگه که اتفاقا بنده دوره‌های ماساژ رو به طور کامل دیدم، هر موقع هر کدوم از همجنیان عزیز مشت و مال خواست من در خدمت. یکی از مردم میگه راهکارتون برای حل مشکل فیلتر اینترنت چیه؟ میگه مخلصتون هم هستم، زور تشریف بیاره دفتر، یکی یکی براتون فیلتر شکن نصب میکنم بدون قطعی تضمینی. یکی از مردم میگه من معتادم، از آمپول میترسم. کاندیدا میگه که کاری نداره عزیزم، راههای دیگر امتحان کنید. میگه راههای دیگه چیه؟ میخواین ترک کنم؟ میگه هیچ قصه نخورید معتادان عزیز، من به جاتون ترک میکنم، شما ادامه بدید. همونطور که یه صحبتی دارم با خانم های شاغلی که به تازگی دارای فرزند شدن، خانم عزیز من بچهاتون نگه میدارم تو، شما از سر کار بیایید، برای همه تون صبح نوم میخرم، بهتون پول قرض میدم، اگه فرصت نداشت بگید خودم میرم جاتون رنگ رای میدم، تا میتینگ بعدی خدا یار نگهدارتون، برنامه برای کاندیداهای آینده. عالی، خیلی ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، منتظر نظراتتون درباره همه برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایتمون هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید، توییت های شما رو میبینیم، هشتگ دیدبان رو یادتون نره، به آدرس @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم، تا هفته آینده، شب روزتون خوش.